vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corpo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. این تنها رسممونه که عوض نشده. هر حساب یه لیوان قهوه برام دم میکنه و خودش یه پاکت شیر برمیداره. جنون شیر داره. روزی چند وعده شیر میخوره. شیر. 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 لاته لاته سمپره لاته شیر 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 بونجورنو. قرار نبود اینطوری بشه. قرار نبود اینطوری بشی. کی بود؟ چند سال پیش. دوره خوشخوشانم. بعد از 8 سال خرخونی با 2 تا لیسانس تاریخ و مترجمی زبان ایتالیایی آماده یه پرش بلند بودم. میخواستم اومبرتو اکو بشم. میخواستم برم ایتالیا. برم بولونیا ادبیات کلاسیک بخونم. محقق ادبیات و مورخ بشم. میخواستم ایتالیا زندگی کنم. ایتالیایی زندگی کنم. غذای ایتالیایی درست کنم. دوستای ایتالیایی داشته باشم. برم واتیکان. لاتین و یونانی بخونم. خیلی چیزا. خیلی چیزا. دلم میخواست آلفا رومئو زبان باشه. Su di noi ci avresti scommesso tu. Su di noi mi vendi un sorriso tu se lo vuoi. بله؟ ها؟ بیا بالا، بیا بالا.
Buongiorno. Come stai? خوبه. تو چطوری؟ Bene. Adesso dimmi ancora. A zafar? Allora dica. Az janvier to adesso. Bego. Gennaio. Bravo. Mi dispiace. Febbraio. Dove WC? WC بگی جواب نمیدم به تو. بگی گابینتو. Dove il gabinetto? Gabinetto. حال اوکی کجا هستش؟ باش میدونی ایتالیایی نژاد پرستن؟ جدا اونجا باشون انگلیسی حرف بزنی جوابتو نمیدن. یعنی میفهمن چی میگی ها، ولی بهت نمیگن دستشویی کجاست. اینقدر نمیگن تا بشه چی تو خودت درست حرف بزنی. گابینتو. گابینتو. Dove il gabinetto? Dove il gabinetto? Il dove il gabinetto. خیلی خوب، dove il gabinetto حالا کجا هستش؟ اینجا هست، پاشو برو. میسکوزی. الان اگه برفا خونه بود میگفت راست گفتی ایتالیایی نژاد پرستن؟ نه بابا، همینجوری علکی بهش گفتم بیشتر تمرین کنه، یه ذره بترسه. خب آره، الان بس فرق کرده، ولی اون موقع اوضاع اینطوری نبود. 3 تا کتاب چاپ کرده بودم. هر جا میتونستم درس میدادم و کلاس برمیداشتم. مهم نبود کسی چیزی یاد میگیره یا نه، مهم پول بود که بتونم زودتر برم ایتالیا. البته مگه اینکه مشکل ناموسی پیش میومد. یه چند وقت هم برای دارو ترجمه کار میکردم. یه مترجمه ایتالیایی دیگه اونجا کار میکرد که از من خوشش میومد. البته هیچ وقت جدی نبود. تو اون شب که امکان داشت جدی بشه، ولی نشد. همایون ارشادی نزاش که بشه. چیه بنویسی؟ از رومتون میگه برای این گاوا. بعد باشه قربان تو خدا. میشه اصلا. سلام آقای ارشادی. سلام. اینجا چیکار می‌کنی؟ ارشادی هستم. بله قربان میشه. خب اینجا چیکار می‌کنی آقای ارشادی؟ اومدم یکی از دوستام هنوز هم کار مترجمی و اینا رو. آره هنوز مترجمی می‌کنم و تو دار ترجمه، بعد با نادرم توی دار ترجمه هم ایتالیایی ترجمه می‌کنی. خیلی کارش عالی و همه دوستش دارن اونجا. نادر زبان ایتالیایی بلده نه؟ بله باید از راحت حرف میزنید یه نه؟ بله من اصلا تدریس میکنم ایتالیایی، دانشگاه ایتالیایی خوندم و آره چون بعضی از مترجمه ها فقط ترجمه میکنند. نه نه من آره من قصد رفتن دارم قصد. خیلی جالب، خیلی جالب. ببینید من سری کار خنده نکنه جو حرف سری کاری هستم که به یه نقش احتیاج داریم، یه بازیگری که پسر من از ایتالیا اومده و مترجم ایتالیاییه. یه سکانس حاضر بازی کنی؟ بازی کنم؟ پس چیکار می‌خوای بکنی؟ تجربه بکنی؟ نه فکر کنم مثلا تو بخش ایتالیاییش می‌خوای کمک کنم. نه. یه بازی کنم سکانس. در ضمن کمک هم بکن. خب چون دیالوگای ایتالیایی زیاد داره. خیلی مشکل. نه راستش من اصلا بازیگری بلد نیست. یار بقیه اول بازی کردن. آره خدا. سب کن من یک ازت بگیر. نه نه. سب. یه دقیقه سب. آها درست. بزن اصلا. خب نه. نگاه کن نادر جان، من نگاه کن. حالا حالا به خودت میرسی دیگه. نه من رو نگاه کن، من رو نگاه کن. حرفای خانمال بشن گرفت. ببین من فردا سر کارم، 7 صبح آفیشم. میتونه 7 صبح بیاد؟ آره میتونه بیاد. و لعنت به من که قبول کرد. هیچ وقت نشد که آلفا رومئو داشته باشم، ولی همیشه سعی کردم که سلیقه ایتالیاییم رو نگه دارم. اونقدر پول داشتم که به قول خبرنگار نیویورک تایمز کامل ترین محصول ایتالیایی تولید شده بعد از عرابه های امپراتوری روم رو بخرم. اسباب ایتالیایی یعنی زنبور. اسپالا سال 1944 شرکت پیاژیو تولید. تقریبا دهه 50 و 60 این موتور توی فیلم‌های آمریکایی و اروپایی خیلی استفاده شده، اساسه به سمبل جوونی و بیخیالی تبدیل شد. نماد ایتالیا و زندگی جوونه ایتالیا.
بیا تمرین کنیم، بیا دالگاه رو تمرین کنیم تا کارگر ازم بیاد، الان میرسیم. خب شروع کن. تو برای چی منو مامانو ول کردی بلند شدی اومدی ایران؟ به دلایلی، بعدا میفهمی چرا. این برای من قانع کننده نیست. تی کاپیسکو، ای راجونه ما کاپیرای سریمانی کوا نو او جد چیز و دینان استر کوا به فاوره دوی کپیر می خوبه پارکر. سلام، صبح بخیر. سلام دانش شما. خلاص خوبی. سلام حال شما. دانش کارگردان فیلم نادر، هم بازیگری که گفتم برای این سکانس بیاد. برفا خانم آسمانی. خانم آسمانی. علی آقا سلام. سلام صبح بخیر. صبح بخیر. سلام چطوری شما؟ خوبید؟ سلام آقای نادر. آقای نادر بله همین آقا که عکسش رو براتون فرستادم. کاراش انجام بده تا ما ببینیم. شما بفهمید پلان با آقای ارشادی بگیرین. الان بله اومدم بچه‌ها. اومدم موینه اومده. بله مهدی اومد جون ما بریم. نه اینا کار دارن. بله بمونن کار. سلام بریم. سلام صبح بخیر. نته منو درست. بله بریم آسمانی. بریم بریم چشم بالا. شما یه لحظه بشین. شما یه لحظه بگین اینجا وایسی من برای طراح اون یه عکس بگیرم بفرستم. یکم این برتر لطفاً. ببخشید آقای ارشادی اسمتون رو گفتم من فراموش کردم. شما آقای نادر. آقای نادر بفهمین بریم تمرین کنیم. قرار شد من با آقای ارشادی تمرین کنم. اینجا قرارا رو من میذارم. چرا؟ چون من دستیار اول کارگردانم. اینجا هیچ کاری بدون هماهنگی من انجام نمیشه. بفرمایید. اون موتوره که دمه در مال شماست؟ بله. چه خوش سلیقه. شکاری وایساده و قمانه ارشاد آبرمون رفت دیگه. رجش کنم بره خود بازی دسته بیکو برنامه بیخی آقا دانشی حرفو چی خب دوام شده تنشا رو تموم کنیم باشه چشم مهدی بیا اینجا جون آقا بفرم آقا چند تا اینسرت داریم ما دو تا اینسرت شما برو اینا رو بگی من یه دلقه این پسر رو تموم کنم درست بشه جون دارا خواهری کن چشم بریم آقا بریم آماده است ماییم ببخشید کامیا آقا نادر خانم من گفتم دیگه بازی نمی کنم فقط لطف کنید بگین وسایل منو بیارید شما چقدر زود عصبی میشین دستتون داره میلرزه اونو بدیم به من چای میخوریم؟ نه خیلی ممنون بگیم فقط کیف منو بیارم بچه بگین یه چای بیارن تو حیات عجله بی عجله شما بشین یه گوشه سیگارتو بکش چای تو بخور آروم که شدی میریم بالا یه دور دیگه میگیریم بدون توپق بفرمایید باشه من تعارف نکردم سیگار شما سیگاری نیست خواندک داریم من دستیار کارگردانم لازم باشه آچار چرخم میذارم تو کیفم دلیل نمیشه که مکانیک باشم این
به آقای ارشادی هم گفتم، گفتم من اصلا بازیگر نیستم، اگه میخواین تو بخش ایتالیاییش بیام بهتون کمک بکنم چشم. نه اونو میدونم، بذارش اونجا، دست درد نکنه. دست درد نکنه. ببین الان وقت این حرفا نیست، گوش کنم به چی میگم. تو مشکل دیالوگ داری، یعنی دیالوگو باید مال خودت کنی، اونجوری بگو که تو دهنت میچرخه. بعدشم صاف تو چش بازیگر نگاه کن، نترس. میدونم اینا رو. ولی میترسی، باید بهش عادت کنی. واسه ترس نیست که بابا، خب میرم اونجا یکی میگه نمیدونم تو نورت وایس، یکی میگه سرت بالا بکن، خب بعد تمرین بکنیم دیگه. همین وایساده اونجوری میگه آقا بریم، آقا بریم. نه ما الان زمان نداریم، بهت میگم بعد چی کار کنی، به یه چیز دیگه فکر کن. به چی فکر کنم آخه؟ تو چشای من نگاه کن، نخن وقت نداری، نگاه کن، یه نفس عمیق بکش، عمیق و آروم. حالا دیالوگتو بگو. نخند، وقت نداریم، نگاه کن. تو چشات نگاه میکنم نمیتونم دیالوگ بگم. چرا؟ چشات خوشگلم. به دیالوگت فکر. اون به دیالوگ فکر کنیم، به دیالوگ فکر نکنیم. شما سینمایی ها ما رو گرفتین. ما وقت نداریم، نور داره میره. میدونم کار سختیه، ولی بذار کارتو آسون کنم. ببین اگه همه دیالوگاتو بدون تو پا گفتی یه برداشت، اجازه میدم با اون موتور خوشگلت منو برسونی خونه. آخه به آقای ارشادی قول دادم برسونمشون. خب دیگه بین من و آقای ارشادی یکی رو انتخاب کن. دستیارو همیشه نفر آخر میرن. آقای ارشادی رسوندی برگشتی؟ بکنم همین خیابونه بود، داره رد کردن. ببین آقا من حواسم هست دا، همینجوری داری مسافت رو طولانی میکنی. ما سرویس رفته بودم، این ساعت دم در خونم بودم. سرویس؟ ما سرویست نیستم که. نه گفتم بدونی برفا خرنی. برفا یعنی چی؟ یعنی برف و آب، یه اسم کردیه. تو کردی؟ نه بابا اسپانیم، اسمم کردیه، خانوادم اسفهان زندگی میکنن. یعنی کار تمشه برمیگردی اسفهان؟ استاد من اینجا زندگی میکنم، خانوادم اسفهان. این از وقت دانشگاه قبول شدم اومدم اینجا. تو چی؟ من چی؟ کجا زندگی میکنی؟ بچه کجایی؟ من بچه آبادانم. اوه. یعنی بابام آبادانی ها. مامانم خدا بیامش شیرازی بود. خدا رحمت کنه. متشکرم. بابام از این شرکت نفتی ها بود ولی بازنشسته شده. حتی الان بعضی موقع مشورتی هنوز باشون کار بود. تو چی؟ من چی؟ تو بابا چی کارم؟ قبیه خواستگاری؟ نه بابا. دلت هم بخدا. من بابا مهندس راه و ساختمانه، اما قبل از اینکه بیام تهران یه دو سال قبلش فوت کرد. خدا رحمتش کنه. خیلی هم متشکرم. همینجوری داری کوچه ها رو رد میکنی ها؟ ای بابا، خب بعد بگی قبلش، همینجوری حرف میزنی آدم نمیفهمه دیگه. حالا مگه عجله داری؟ نه عجله ندارم، همینجوری تا صبح چرخ بزنیم. میخوای با هم بریم شام بخوری؟ نه باشه واسه دفعه بعد. آه یعنی دفعه بعدی هم در کاره؟ نمیدونم، اگه دلت بخواد دوباره منو ببینی. فکر کنم دلم میخواد. خب خدا رو شکر، نگران شدم، گفتم شاید دیگه نخوای منو ببینی. نه بابا، یه جورایی راستش ازت خوشم اومده.
من از تو خوشم اومدم، چه آدم حسابی. واقعا؟ آره دیگه، حتی همه بهم میگن آدم حسابی، نمیدونم چه. آره دیگه، پرو نشو، شوخی کردم. بایسا همینجاست، بایسا. کمک کن پیادشم. مطمئن نمیای بریم شام بخوریم؟ خیلی پر روی، الان 3 ساعت و 10 دقیقه است داری من تو خیابون میچرخونی. به من که خوش گذاشت. عموم نمیره اینقدر بو میده؟ تو به من نداره، اینا جنسش اینجوریه. چرا؟ چرا عموم نمیری؟ هپلی شام نمیای دیگه ها؟ ببین شام نیای اون وقت مجبوری یه کار دیگه بکنی ها. چی شده؟ یعنی چی؟ آقا باید شماره تو بهم بدی. این بابا شماره هم به کسی نمیدم. میدی؟ بیا بزن تو این. ببین آدم به چه کارهایی وادار میکنی ها. بیا چرا کنه؟ تلفنه، گوشیه، اسمش گوشیه. خب بگو شماره تو بده دیگه، چرا اینجوری میکنی؟ این عکس خودت. آره ببین من سر کار تلفن جواب نمیدم، خب؟ خیلی هم خوش اخلاق نیستم. امروز که خوش اخلاق بودی. امروز بود. دم به دقیقه به من زنگ نزنی ها. این لوس بازی خوشم نمیاد. حالا دیگه مثلا تهدید می‌کنی. من میگم بیا مثلا شام رو بزنیم بی خیال شی. پیشنهاد بهتر دارم. برو شامپو بخر موهاتو بشو. شامپو. آفرین. خدافظ. È bello ciò che piace. اینا ایتالیایی ها میگن، یعنی زیبا آنه است که به دل نشینه. به قول ما ایرانی ها علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Io sono ancora solo, non è una novità. Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà. با هم رسیدیم. آره آره بریم کریم خان گردی. نه نه بیا بریم اینجا، میخوام یه چیز بپرسم. سلام. سلام، خوش اومدی. سلام. سلام، خوبی؟ خوبی، مرسی. کتاب شهر فرهنگ اروپا تازه اومده، جنبش‌های فاشیستی، کار خیلی قویه، خودم دارم میخونمش. خوبه؟ اینو مقدم داره میخونه، راضیه، هنوز نخوندنش، وقت نکرده. چقدر این شکسپیر و شراکا خوب بود. آره خیلی کار قبلی. دوتا کارم انتشارات هیرمن به تازگی داده، بسیار خوب، پشیمونی میشه. بسیار هم قیمتی نیست. چه عنوان خوبی داره، من اینو میخوام. بیا اینجا اینو بهت نشون بدم. تمومش کردین؟ ها بفرمایید. تاریخ فشرده واتیکان، نویسنده نادر ب... نادر بفکوبان تویی؟ بله. کتاب نوشتی؟ بله. کشتمت با این فامیله. من برپات و بفکوب تشریف بیاریم. اه همین یه دونش مونده. دستتو بده. ببین این یه کتابه پر از راز و رمز و عشق و درد. حرفه دستیار کارگردان سرپرست نرفیدن برفاست. باری کلا خودت نوشتی؟ نه فقط تو بلدی بنویسی. اینکه اینجوری میزدی رو دستم شبیه هامون بوده. خب عمدن این کار کردم. هامون بازی؟ عاشقشم. افکان سب کنم یه لسه چشتو ببن دستتو بیار. آخه درست عین محشید و هامون. باشه تو هم دستتو بیار بفرمایید. حتی هامونای مدرن اون بهش گردنبند هدیه میداد تو دستبند. خودم بافتمش. دستتو بده.
خوشگله. به دست شما خوشگله. تو رو گفتم. La primavera. بهار. L'estate. تابستان. L'autunno. پاییز. L'inverno. زمستان. تیام. Me be one of 16 Vestal virgins that were leaving for the coast, and although my eyes were open, they might as well be closed. I'm so it was. بعد وسپا رو با یه تیبا تاق زدیم، هم برامون کمی گرون بود هم ایتالیایی نبود، ولی ایتالیا و زندگی ارزون مال دوره مجردی بود. مهم هم نبود، اول زندگی بود، ماه عسل بود، سفر بود، هر دومون خوش بود. آخ که چقدر دوستش داشتم. تصمیم گرفت فیلم اول سینمایشو بسازه. بهش مجوز کارگردانی نمیدن. سه بار درخواستش رد شد. دست آخر بعد از یک سال دوندگی دو هفته قبل زایمانش بهش پروانه داد. قرار بود طبق برنامه‌ریزی برفا دو ماه قبل از زایمان فیلم برداری تموم شده باشه، ولی الان زمان مادری کردن برفا بود. یه هفته قبل از وضع حملش بود که اون کار لعنتی از طرف سفارت ایتالیا پیشنهاد شد که با یه تاجر ایتالیایی به عنوان مترجم برای چند روز برم کش. برفام اصرار داشت که بعد از زایمان خرجمون زیاد میشه و پول لازم داره. بهم اصرار کرد. خودش هی بهم اصرار کرد که برم. ای بابا دوباره باور کن یه زنگ میزنم کنسلش میکنم. چند روز مامانم داره میاد پیشم، بعد که موبایل واسه کار داشته باشم بهت زنگ میزنم. آخه اشکالش نه، خیلی دلم برات تنگ میشه. منم دلم برات تنگ میشه قربونت برم. با این شیکه من گرد قلمم برفا مراقبه راه بنده باش. سر چیز سنگین بلند نمیکنی ها. برو دیرت میشه. میگم اصلا برو فقط مراقب خودت باش. Thank you.
سه روز بعد از رفتنم بود که مادرش زنگ زد که برف و حالش بد شده و بردنش بیمارستان. چند ساعت بعدش خودم رو رسوندم. دیر شده بود. خیلی دیر شده بود. بچه‌م مرده به دنیا اومده بود. جفت ضعیف شده بود و مجبور شده بودن سزارین کنن. ولی خب این کار با سرعت کافی انجام نشده بود. الان اشغالا رو آوردی بیرون؟ همون موقع آوردم. ساعت 9:20 است. بس دادم یکم هوا بخورم. پا به رحمه. کلیدم نداری نه؟ چرا؟ دستم پره ولی باز کن خودت. دخت اومده بیرون. خل شدی واقعا. چرا امشب دوباره اینقدر داری گیر میدی تو؟ رفتی سفارت یا نه؟ سفارت ایتالیا؟ نه، سفارت مالدیف. چت برفا دوباره دوباره در هوا میگردی؟ نه نرفتم. من که من حوصله کار کردن تو سفارت و کاری دفتری ندارم. من خونه رو کردی سفارت ایتالیا. خب برو بیرون کار کن. مگه مشکلت پول در آوردنه که من این کتاب لعنتی مجوز بگیره به اندازه کافی؟ تو مثل بقیه مردم هستی خونه نامصب بری بیرون بیرون کار کن. اینه من مترجمم، محققم، باید بشم. دفتر نمیخوان، مترجم نمیخوان. چی شده؟ تو که قبلا خوشت میومد، میگفتی چقدر باحاله که میشینی تو خونه کار میکنی. حالا که تهش در رفت. این آقا آشپزخونه رفتی کاغذی که چسبونده بودم اینجا رو دیدی؟ بله دیدم ولی اصلا نفهمیدم. خب میرفتی از صابخونه میپرسیدی ببینی قضیه چیه؟ میرم میپرسم. لازم نکرده خودم تو راپله دیدمش ازش پرسیدم. خب چیه؟ مهمه برات؟ کله گنده های محل رفتن اداره برق درخواست دادن برای کم شدن مصرف انرژی از امشب تا نهم. هر شب ساعت 10 تا 12 برقمون قطع بشه. اونا موافقت کردن. کله گنده های من خیلی بیخود کردن سرخود. نهم مگه تولد تو نیست؟ ها؟ خب چیکار کنی؟ هیچی دیگه. من دوش بگیرم. تو شام خوردی؟ نه حالا یه چیز درست میکنم. منم نخوردم. یه چیز درست کنم با هم. کسافتی زدم. چند وقت با هم شام نخوردی؟ چند ماهه؟ همیشه دست پخت منو دوست داشت. تا چند ماه پیش که قرار بود یه شب زودتر بیاد خونه. دو ماه بعد از زایمانش بود که دوباره تصمیم گرفت فیلمشو بسازه. هر روز میرفت دفتر و تا آخر شب کار میکرد. منم خوشحال بودم که داره خودشو به کارش مشغول میکنه و اتفاقای بد و فراموش میکنه. تصمیم گرفته بود با زیاد کار کردن همه چیزو فراموش کنه و پشت سر بذاره. ولی بی تفاوتی و گرفتاری بیش از اندازش باعث شده بود که حتی دیگه به خودمونم فکر نکنه. اون فیلم اول لعنتی باید ساخته میشد. ولی اون شب از شبای دیگه هم دیرتر اومد. سلام. معلوم هست کجایی تو؟ بیمارستان. گفتم که بیمارستان برای چی؟ صداقت رو بس میشو. باران تصادف کرده بود رفتیم عیادت. باران کوسری؟ آره دیگه، چند تا باران داریم مگه؟ چی شده بود؟ چه میدونم، دیشب داشته از صحنه فیلم برداری برمیگشته خونه تصادف کرده داغون شده. حالا دکترا گفتن فردا عملش میکنم. تلفنو برای چی قطع کردی؟ قطع نکردم. قطع کردی برای آره قطع کردم. من که حوصله کلکل ندارم. برو کنار. ببین من دوست پسرت نیستم تلفن رو من قطع میکنی یا کاش دوست پسرم بودی.
اون موقع اینقدر گیر نمیدادی. بعد مدت حالا یه شب گفتی زود میاد خونه، من خرم واسه شام درست کردم با هم بخوریم. چرا منت میذاری؟ واسه شام درست کردم با هم بخوریم. یه جوری میگه انگار قرار من تنهایی غذا بخورم، قرار نیست جفتمون با هم کوفتش کنیم. چرا داری امشب اینجوری حرف میزنی؟ حالا حوصله ندارم و میخوام برم همون تمومش کنم. خیلی خوب، حرف اینو بده به من. الان غذا رو گرم میکنم، تو برو دوشت رو بگیر بعد بشین. نمیخوام، من بارانو که اون شکلی دیدم فشارم افتاد، بچه ها برام توست آب میوه گرفتن نتونستم بخورم، تهوع دارم. پاستا درست کردم دوست داشتی؟ تهوع دارم. کجای حرفمو دقیقا نمیفهمی؟ برفا؟ بله. خوبی؟ آره اینجا خیلی تاریکه، دارم لباس میپوشم. بیا برای چه هم آورد؟ مرسی نجات هم دادی. صدای چی بود؟ هیچی. چیزی شکست؟ نه نه کی هم زدم؟ کی هم زدی؟ چی شده بود؟ یه چی بین دستگیره یه مایتابه کنده شد، یه ذره چیز شد. این غذا حاضره، بیا بریم سودان. باشه. ببخشید. مرسی. بیا لوبیا بخور. از جفتش میخورم. نمیدونم امشب چرا انقدر گرسنم شد یه هو. بیادم رفت بیارم. من میارم. بزن میارم. نه میارم. بدمزه است؟ بیا یکم ازش بخور. دو غذای میشم لوبیا راحت هم. نه یه مزه ایه، بیا بخور. دقیقه الان یه مزه ایه میده. چند وقته که برام لقمه نگرفته بود؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی. میدونی یاد چی افتادم؟ دوران جنگ. آره اون موقع همش خاموشی میداد، همش میرفتیم تو پناهگاه. چقدر بازی میکردیم اون موقع. ما ما رفته بودیم شیراز خونه یکی از فامیلای مامانم. وای این بمبارو میزدن چقدر میترسیدیم، بچه بودیم. خیلی وحشتناک بود. من یادم موقع بابام برامو آواز میخوند، شعر میخوند، اسفامیل بازی میکردیم. بعد مجبورمون که هر کدوممون تو تاریکی یه چیزی تعریف کنیم، شعر، خاطره، جوک، برای اینکه حواسمونو پرت کنه.
خدا رحمتشون کنه. بیا ما هم همین کار بکنیم. چه بکنیم؟ تو تاریکی در مورد یه چیزی حرف بزن. چی مثلا؟ نمیدونم. چیزایی که تا حالا به هم نگفتیم. چی بگم؟ میخوایم من شروع کنم. اون اوایل دوستیمون یه هفته هفته دو سه بار میرفتیم سینما. موقع زیاد سینما میرفتیم. یه بار رفته بودیم موزه سینما، از این فیلم های هنر و تجربه بود، اکران فیلم تاج محل؟ نه نه پرویز بود، چون تو فیلم رو دوست نداشتی، میگفتی که ای تمام شد میخوام دستشی. اومدیم بیرون، تو لباس و کیفتو دادی به من، رفتی دستشویی. بعد من گوشی تو از تو کیفت در آوردم، موبایلتو چک کردم. چرا این کار کردی؟ چون میخواستم ببینم شماره منو از دفتر یاد داشتت به موبایلت ارتقا دادی یا نه. ارتقا داده بودم یا نه؟ حالا تو بگو. یه ته یه رو با هم رفتیم یه رستوران مکزیکی. مکزیکی؟ که غذاشو دوست نداشتی بعد گفتی چه میدونم دل درد گرفتم اینا. اوه یادمه. من امشب یادم رفت به اون گارسونش انعام بدم. همین؟ نه فرداش رفتم اونجا دوباره نبودش، سرخشو گرفتم براش پول گذاشتم برگشت. این همه رو پاشا دیرفتی بهش انعام بدی؟ یه حس مسخره‌ای داشتم که نگاه قراره باهات ازدواج کنم. احتمالا همونم باعث شده که یادم بره. چی میخونی؟ برق رفت، مجبور شدم پنجره رو باز کنم، خونه پر پشه شده. آره میدونم. حالا باز خود پنجره اینجا رو باز نکردم، پشه گوش دادم. مرسی برشا. کار نکرد. نه اومدم خیلی رفتارم بد بود، خسته بودم، ببخشید. نه چیز خاصی نه. شب بخیر. خوب بخوابی. تو هم. برپا. بله. با من ازدواج میکنی؟ بل نمی کنی ها. برپا. بله. واقعا با من ازدواج میکنی؟ اما نمیفهمم تو چرا میخوای با من ازدواج کنی؟ دلم میخواد باید ازدواج کنم. آه خیلی منطقی بود، من قانع شدم. ببین یه چیزی هست که من خیلی بهش اعتقاد دارم. چی؟ من دوستت دارم و هیچ ربطی به تو ندارم. خیلی احمقانه است. این جمله احمقانه مال کی هست؟ گوته. او گوته.
چند وقت قبل زایمانش بود که این شمع رو برام روشن. متشکرم. چه دودی رو انداختیم بابا. یه ماه نمی‌کشی. جناب افتخار کنین به ناظر جنتلمنه. خانومش بار داره. چی کار کنم؟ رو زبونم خاموش کنم بذارم. باشه رفت. کجا الوی تو قرار نبود نکشی. بابا گند میشی برام. باشه میزه نو بابا. سر زانه یمو خاموش کن رضا خاموش کن. من تازه فهمیدم اونجا همشهریمونه. نادری حتی زمان جنگ جنگ زده بودیم بعد آخر مهمونی ها میگفتن آبادانه آبادانه چه شهر خوبانه چه شهر خوبانه قربونه اسمش برام خمپاره بارونه آبادانه لپریمه دانه. کجا تشریف دارین آقای برفکوبان؟ واقعا معذرت میخوام ببخش من اصلا یادم رفته بود. نیم ساعت الان اینجا من منتظر شدم. بله درست میگی. پری کجا سلام؟ تو ماشین. یه بابا جو. یه قربونت برم. بونجورنو. بونجورنو پری کومستای. چقدر خرید کردی؟ امشب یه کمی مهمون دارم. تو رو خدا یه خورده بیشتر باش کار کنی چون مادرش خیلی نگرانه. میترسه اونجا که میره یه موقع پیش دوستاش کم نره. نه خیالتون راحت بشه بچه با استعدادیه. برو بشین اونجا تا من بیام. خونه چه بود درد میده؟ واقعا؟ آره بوی موندگی میده. حالا پنجره رو باز میکنم حالا عوض میشه. تمرینه که به دادمو انجام دادی؟ دروغ میگفتی که امشب مهمون داریم. چطور؟ آخه روی زمین پار خاکه. خب حالا بعدا جاری کنم. خیلی وقت خونه رو جارو نکردی؟ سی پنسا کوزی سینیورینا. زنت وقت نکرده که خونه رو تمیز کنه. مامان من هفته ای دو بار خونه رو تمیز میکنه. روی کلب مامان شما ما یکم گرفتار بودیم. کجا باید بخونیم؟ دروغ میگفتی که امشب مهمون داریم. آره خب یکم دروغ گفتم ببخشید. دوست داری مهمون داشته باشی؟ بعدم نمیاد. میخوای من بهت کمک کنم که جارو بکنی خونه رو؟ نه خیر شما اومدی اینجا زبان بخونی کتاباتو در بیار شروع کنی. حالا که اینطور شد منم زبانه میخونم. کواترو کواترو چینکوه چینکوه اینجا سه سه سته سته اوتو اوتو نووه نووه دیچی دیچی ولتو بینه کارا. تشنمه یک کوچولو میشه بهم آب بدی؟ بله ولی دختره خوب قبل از اینکه چیزی بخوام میگم پپه چهره. براو بامبالینا راکسیا. میدونه اگه به جای ایتالیا میخواستم ببرن از فرانسه اونجا چی بهت میگفتن؟ خب پره دیگه. نه دیگه فرانسوی هایی که ره ندارن اونا بهت میگفتن پقی. خب پقی یعنی چی؟ پقی یعنی پاریس. یعنی اگر میفتن اونجا من صدام کن پاریس؟ برای چی؟ برای اینکه بگه تو هم مثل پاریس خوشگلی. پقی 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 پقی. دختر آبا پسر کیانی چیا میده؟ آقا آقا خوبه ولی پسر خوب نیست. کرا؟ میلاد. یکی قبلا میشناختم اسمش میلاد بود. یک آدم گنده دماغی بود. اسم بچه همون میلاد بود. کیانوش. کیانوش هم خوب نیست. اسم این قشنگی آقا لادم گفته کیانوش عیاری میگفته نه؟ چشه کار کلامه خوبی؟ نه کار به فیلماش که نده ولی کیانوش اصولا ما یه مرد 60 ساله هست و بکنم مثلا کیانوش عیاری با این موها و ریش هایی باقا بچه کوچیک کیانوش نمیگفته. Thank you.
چه بوی میاد؟ جام تقریبا ناظره. چه پسری؟ زود اومدی خونه؟ برم یه دوش بگیرم بیام با هم شام بخوریم. یه رو وقت داری یا؟ خونه تغییری کرده ها؟ نه. چرا؟ تمیز شد. یه نامه سرگشاده نوشتم، فردا تو روزنامه ها چاپ میشه. انتحاری زدی؟ آره دیگه، ماجرای همه اتفاقایی که تو این دو سال افتاده. بعدش میخوای چیکار کنی؟ یه فیلم دیگه میسازم، یه فیلم ارزونه تجربی. سوپر استار هم نمیارم که نگران برگشتن سرمایهش بشن. بعدش هم میفرستنش جشنواره‌های خارجی، از این جشنواره به اون جشنواره. ها؟ فیلم نوار رو دیو باید بمیرد و بیگ پروداکشن و اینا هم تمام گوره باباش. اگه گفتی اسم فیلم جدیدم چیه؟ ایتالیا ایتالیا با؟ خب اینجور که مجوز نمیدن؟ چرا نمیدن؟ با اینکه اسم یه سریال قبل از انقلاب ده. خب باش، اولا که من اون سریال رو ندیدم، بعدش هم فقط تشابه اسمیه. ناده باور کن از وقتی این تصمیم رو گرفتم کلا حالم بهتر شد. مهم اینه که یک کاری بکنیم که حالت بهتر بشه. امشب نوبت توه ها. چرا کنم؟ اعتراف در تاریکی. من سر نوشتن پایان‌نامه لیسانس تاریخم تقلب کردم. تقریبا یه دو سوم از متن پایان‌نامه رو از روی کتاب دیگه ای نوشتم. نفهمیدن؟ یک کتاب ایتالیایی بود، هنوز به فارسی ترجمه نشده بود. مطمئن بودم هیچ کدوم از استادام هنوز اونو نخوندنش. چه باحال. اصلا همونجا فهمیدم که کارم تو ترجمه بهتر از تاریخه. لازم نبود اینو به من بگی. دلم می‌خواست بدونی. فقط میترسیدم که پیش خودت فکر کنی آدم متقلبیه. نه بابا، قرار نیست هم دیگر قضاوت کنیم. فقط قرار راجع به چیزایی که تا حالا به هم نگفتیم با هم حرف بزنیم، همین. بعد هم پیش خودت نمیگی که شوهرم آدم متقلبیه، چون میدونم لیسانسش علکیه. ما هممون یه جورای متقلبیم، هر کی به شیوه خودش. تو هم؟ میخوای بدونی؟ زود بارف اطلاف کنم. فقط یه شرط داره، اول اینکه قضاوت نکنی، بعدش هم اینکه فکر بد نکنی. مطمئنی؟ آره بابا. آخرین باری که بابات اومده بود تهران برای مأموریت شب موند خونمون، یادته؟ همین چهارپنج ماه پیش؟ آره. اون شب من دیر اومدم خونه، گفتم جلسه خانه سینما طول کشید. چرا منتظرت موندیم اینجا؟ دروغ گفت. ببین من اون روز اصلا حالم خوب نبود. به هم گفتم وامم تا دو سه هفته دیگه مشخص نیست تکلیفش چیه. اولا فرستاده بودنم دنبال نخودسیا. حوصله باباتم نداشتم. اون بنده خدا که کاری باهات نداره که. نه میدونم. ببین آدم ها هر چقدر بیشتر دوست دارن بیشتر به ترحم میکنن. واقعا تحمل نگاهاشو نداشتم. اونجا اصلا خانه سینما هم نرفتم، رفتم بیرون شام خوردم با رضا، رفتیم رستوران. رضا سخایی؟ ببین رضا از اون آدم هایی تو زندگیم که با اینکه همه چیزو در مورد من میدونه، چه زندگی خصوصیم چه کارم، هیچ وقت به من ترحم نمی کنه. ناراحت شدی؟ نه نه اصلا. قرار بود هم دیگر قضاوت نکنیم. بله قضاوت نمیکنیم.
نادر من فکر میکنم که لزوم نداره در مورد رضا توضیح بدم چون من رضا کافی میشناسیش. این رضا همکلاسی من بوده، بهترین دوستم بوده حداقل تا وقتی تو بیای. من همیشه به خواهرش بها کمک میکردم تو کنکور. میدونم که گاهی اوقات ما خیلی همدیگر رو میبینیم، اما تو که میشناسیش دلیل ناراحتی تو نمیفهمم. چیه؟ یعنی چی این کارا؟ یه چی میخوام بچه؟ من فقط رفتم دو ساعت دوستم دیدم. چرا قهر میکنی؟ نه قهر نمیکنم. چرا قهر کردی؟ داری مثل بچه ها رفتم میکنی؟ نه مشکل تو نیست، میدونی مشکل منه. یه تغییراتی لازم میکنم. سیگار میکشی دوباره؟ شب بخیر. برفا ناده بهم یه سوال ازت میپرسم، ناراحت نشو. بپرس. تو که حالا به هم خیانت نکردی؟ فقط یک کلم جواب هم بده، آره یا نه. میخوام آروم شم. همین ببین، من درست متوجه سوالت نشدم، یه بار دیگه بپرس. فقط یک کلمه برفا جواب هم بده. باور کن فکر کنم اشتباه شنیدم. یه بار دیگه بپرس. اصلا فراموشش کن. نه سوال تو یه بار دیگه از من بپرس. می‌خواستم بگم آروم باش. تو هم میگم سوال تو یه بار دیگه از من بپرسی. مسخره بازی چیه؟ آره تمومش کن. گفتم اصلا فراموشش کن. چه شما نگاه کن یه بار دیگه سوال تو بپرس. گفتم تو تا حالا به من خیانت کردی؟ نه خیانت نکردم. تموم شد. تمومه. آره تموم شد. فقط می‌خواستم خیالم راحت بشه. همین. خیلی بیشعوری. خیلی. چه طرز حرف زدنی؟ خیلی وقاحت می‌خواد. خجالت نمی‌کشی؟ آدم از زنش که همچین سوالی می‌پرسه. خیلی خوب گفتم فقط می‌خوام خیالم راحت بشه. خیلی خوب واسه اینکه خیالت راحت کنم بعد بار آخر میگم من به تو خیانت نکردم. خیلی خوب میدونم. تمومه؟ آره. البته یه چیزی بهت گفته باشم، اصلا خودتو ناراحت نکن. بخاطر اینکه الان کاملا یر به یر شدیم. برای اینکه هزار بار من به این ماجرا فکر کردم، یعنی به این فکر کردم که نادر به من خیانت کرده یا نه. تو دنبال دعوا میگردی. چند ماه بعد زایمانش بود که بابام برای یه مأموریت اومد تهران. همون موقع بود که به قول خودش فرستاده بودنش دنبال نخود سیاه. بیشتر خونه میموند، کتاب میخوند و فقط رو فیلمش کار میکرد. برای همین مطمئن بودیم که اون شبم خونه میمونه. از شوخی گذشته غیر این کتابا که از چاپ شده؟ ای بابا گیر دادی دوباره به کتابای من. اون جدی حرف میزنم. میگم ای غیر این کتابا کتاب دیگه هم داری؟ جدید باشه؟ آره یه سری کتاب به صورت مجموعه یه 7 جلد حالا فعلا دادیم ببینیم مجوز میدن بهش یا نه. 7 جلد؟ حتما راجع به ایتالیا. نه راجع به آبادان. فعلا دادیم بهشون بخونن دیگه. از این کتاب کوچیکا از جی بی ها اگه مجوز بدن بقیهش هم مینویسن. این ترجمه نیا؟ خود چند سال من زمان گذاشتم واسه اینا.
خودم دارم می‌نویسم، تحقیق کردم. امیدوارم با استقبال مواجه شه. خوبه خوب. خوبه این برفا هم خوشحال میشه. بله، امیدوارم. این چند وقته احساس میکنم به عنوان یه مرد هیچ افتخاری نداشتم. به قول شما چند تا شاگردم که کار نشد. چه حرفیه؟ یعنی تو جانوینی هر شب با یه افتخار جدید بیاد خونه؟ جانوینی من کجا تو بردی؟ یعنی داری مثال میزنی؟ حالا بیدش کن، اسم کتاب چی هست؟ ایتالیا، ایتالیا. بابا تو خواهی اسم یه سریالی بود زمان شاه. ربطی نداره، این راجع به ایتالیا هست. چه میدونم راجع به فرهنگشونه، اعتقاداتشونه، جغرافیاشونه، تاریخ، هنر، سینماه. راجع به اینا اینقدر موضوع واسه نوشتن هست. این هم که میگی من حال نکردی دیگه. چرا؟ چرا؟ اتفاقا میخوام بگم حتما خواننده هم بیشتر داره. تشبه بردم. برو برو. ببخشی جلسه همون خیلی طول کشید. بابا کجاست؟ سلام بابا. سلام. چطوری؟ خوش اومدی. بابا بر چی؟ آخه دیدم یه دوتا اتوبوس سر کوچه نادن پیرزنان رو میگیرم. نه دنباله یه آقای خوشتی بیاشن تو خونه ما آقای شده. همین دندونه بده به من. حال تو هر شب بخواست زود میومدی خونه، همین امشب که بابا اومده این چقدر دیر کردی؟ خودت میدونی چقدر دوستش دارم، ولی زود بیام خونه قربون صدقم بره دلش برام بسوزه. حرف میشه ازت خواهش بکنم امشب یک تو اتاق بخوابی؟ بود فهم حرفش نزد. همین امشب من رو زمین میخوام. میدونی که نمیتونم. خیلی خوب تو بیا تو اتاق، من بابا میریم تو حال. خوابم میبره. پرفت من باید التماست بکنم. خب بگه شب بابا اومده آبی رو ما جلوش نگرد. دست کنی یه شروعش رو در بردی. حالا نمیشه فردارم ببونین؟ چون خیلی حالم بده، ندیدم اتون هست. ایشالله نتیجه زحمتات بگیری فیلمت بسازی، یا فیلم توپ همفری بوگارتی. همفری بوگارتی این همین شایر مارد. برو کلا شاپو و بارونی و مه دیدی شه؟ عزیز دلم ما بهترین نانه برات میخوام، خود میدونی نه؟ این برفا سرکو آب شدن؟ شما دست بر نمیده. جدی میخوام برات. ببین این گربه روی شیروانی داغه داری فیلمشه؟ فکر نکنم. خودت دیدیشه؟ بله خیلی، آخرین بار فکر کنم اوایل ازدواجمون با نادر دیدیم. خیلی دوستش دارم. همه صحنه ها شادته؟ همینجور مادر پولیومن با دست زد رو تخت، به لیز تیلور گفت همه بدبختی های زن شوهر رو همینجا شروع میشه. داری ما چهار کلام با شما درد دل کردی زایمون کن. خب بسیم پولیومن تو فیلم دائم الخمره، الکلیه. آقا میگم اعتماد به نفست ها دست دادی، میگم کم آوردی، میگم دائم الخمری یا چی؟ دوتاییتون مستحصر شدینه میفهمی؟ استیصال.
به ما میخواید تا صاحب حالا برای من راجع به استیصال در زندگی زناشویی صحبت کنی؟ یواش ما یواش صدا اون میره بیرون اصلا ما حرف نمیزنم بک دوباره یه چیزی تو زندگی ما پیدا کردی داری بهش میخندی من که میدونم خدا رحمتش کنه یادت با بزرگ چی میگفت به چخص دو نفره میگفت دو طرفه دو طرفه
در وانه میکنی ها؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ در پایین کی باز کرد؟ هیچی وا بود خودم اومدم بالا. بیا بشین کارت دارم. اوه اونجا نشی. تو خجالت نمیکشی راجع به من برفا اینجوری فکر میکنی؟ از وقتی شنیدم بد جایم داری میسوزه فهمیدی؟ تو کجا میدونی؟ خودش گفت. ما دیشب باهاش حرف زدم. خب صبح به من زنگ زد. آفرین صبح زنگ زده حال منو بد کرده، اعصابم سر صحنه خورد شده، کار به جایی رسیده که داوود نژاد میگه برو هر وقت حالت خوب شد برگرد سر صحنه، من دستیار عصبی نمیخوام. کلاری اومده وسطو گرفته، ماشین کارو برداشتم یکیشون اومدم اینجا برای همیشه شر رو بخوابونم. فهمیدی چی بخوابونی؟ همینجوری واسه خودت میبری میدوزی. شر چیو بخوابونم؟ میدونی منو برفا چند سال همو میشناسی؟ میدونی میومد به خواهرم بهار درس کنکور میداد؟ آره یعنی اینقدر من نامرد شدم، اینقدر من کثیفی شدم. خب بیا توف کن تو صورتم دیگه، بیا توف کن آقا، بیا توف کن، خوبه توف کن در آوردی؟ کجا داری میری؟ بخور و پپسی حالت جا میاره. نمیخورم بابا، من به خودشم گفتم، گفتم برای چی تو رو گفتی به من؟ چی که شام نمیخوای بری خونه، نمیخواد بابای تو رو ببینه، برای چی پای منو بکشه وسط؟ چی کار داری؟ میشه فهمیدی به من چه مربوطه؟ ببین اگر فکر بکنی مشکل منه، همین فردا ول میکنم فیلم سینما خانه سینما برای همیشه ول میکنم میرم شاروت. خوبه راحت میشی؟ آه اصلا ربطی به اون نداره، برفا به من دروغ گفته. بگیان زدی تو خونه. یه دقیقه بلند شو بکرد دارم بلند شو. اوه من با تو دستشویی نمیام. آقا کاری ندارم، بیا در بازه، یه دقیقه بیا اینجا، بیا این تو رو نگاه کن، خودتو ببین. آقای خوشگل، آقای خوشتیپ، آخه برفا برای چی باید توی خوشگل و خوشجوبه بل کنه به چسان من؟ آه برای چی؟ عقل داشته باش آقای نادر خان. تو که میدونی منو برفا تو این مدت چقدر فشار رو بوده. قربونت برم آقا، همه حسد زندگی تو و برفا رو دارم میخورم، یه ذره بفهم. بو کن به این بو نمیاد بوی زندگیته، مثل آب راکت شده، بعد حرکت بهش بدی. میدونی چارش چیه؟ اینو بگیر ببین، بعد مثل شناگرا بری وایسی بغل استخر شیرجه بزنی، حرکت بدی. امروز این کارو نکنی فردا نمیتونی ها، فهمیدی یا نه؟ بعد حرکت بدی به زندگی. اوه کجا میری؟ فکر کردم کسی بابا. یه چیزی بهت میگم ها. قربونت برم، من برفام گفتم، بعد دست از خودخواهی و لجبازی برداره. قانون طبیعتی، یکی میدی یکی میگیری. به فکر خودتون باشی. الان تو روبرایی؟ الان من برم سر صحنه داوود نژاد بگه حالت خوبه، بگم خوبه، بگم مشکلم حل شد، مشکل من مشکل تو و برفاست. یعنی برم بگم مشکل من حل شد. بله بفهمم. اوکی همه چی خوب؟ بله اوکی. ببین افکار منفی رو از خودت دور کن، فهمیدی؟ منو نمیشناسی، برفا رو که میشناسی. قربونت برم، شیرجه دادت نره، فهمیدی؟ با دستگاهت هم نباشی. واقعا چقدر برفا رو میشناسم، چی از زنم میدونم. میدونم توی خواب لبخند میزنه و دستشو مشت میکنه، میدونم شیرو تقریبا از هر چیز دیگه ای تو این دنیا بیشتر دوست داره، میدونم توی حیوانا گربه ها رو بیشتر دوست داره، فکر میکنه خودش هم گربه است. برعکس من از جیمز باند متنفر. My name is Bond. James Bond. طرفدار جیم موریسون و رولینگ استونز، ولی از گوش کردن پاواروتی و رامازوتی با منم گله ای نداره. فیلم های محبوبش خامون، پرندگان و قاتلین رو فیلترز. دیگه چی از برفا میدونم؟ اون از من چی میدونه؟ چی از هم میدونی؟
سلام علیکم. سلام. 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 خوبی؟ قربونت برم. خیلی خوشم. سلام. جان گفت داری میای واسهتم ببینم تا دلم تنگ شد. قربونت برم. مشتاق دیدم. نامه رو خوندی؟ بله. داشتم میومدم خوندم. جان جون شاید خودش خالی میکنه. چی رو خودش خالی میکنه؟ اصلا اینجوری دختر شتک زده به دیوار با این مد. حرف بدی نزده که. عزیز دل من، این دختر میخواد باز توی سینما کار کنه یا نه؟ این برش تبعات داره، اذیتش میکنم. بابا تو هم سن که میره بالا، آدم محافظه کار میشه. آقا سن میره بالا چه، من برفام مثل دخترم از اولین باری که ما تو سینما دستیاری کرد میشناسمش. تو گرما و سرما زحمت کشید، حالا که به اینجا رسیده اینقدر اذیتش میکنن که برمیداری همچه متنی رو مینویسه. آدم ها باید تکلیفشون رو خودشون روشن کنن، پای تبعاتش هم وایسه. بله. به نظرم برفا بعد از این همه اذیتی که شد باید یه همچین کاری هم میکرد. ببین نادر جون، من در روز پیش برفا رو دیدم، از اون روز ساله میخوام باید تماس بگیرم. این دست دست میکنم. چیزی شده؟ چیزی شده؟ دختر اصلا رنگ روش رو ببین زیر چشاش گود افتاده، بعد میپرسی چیزی شده؟ عمو جان شما که قضیه بچه ما رو میدونین که. بابا اون مالی یه سال پیش بوده، چرا نمیندازینش دور؟ گیر کردیم توش. چیکار کنم؟ بنده خدا برفا همش ورجه ورجه میکرد، شاداب بود، این یه گربه بود. راست میگه، آدم رو یاد گربه مینداخت. هنوزم شیر میخوره؟ بله هنوزم دوست داره. میگم نادر جون چرا واسهش یه گربه نمیخری؟ گربه؟ این یکی راست میگه، شاید با دیدن گربه یاد قبلاناش بیفته. تو باید فشار بیاری، باید یه کاری کنی از این درجا زدن خلاص بشن. هل بدین، فشار بدین، این زایمون میمونه. باید یه سال و نیم قب و قصتون زایمون کنین. فشار بدین بندازینش بیرون با یه فشار محکم. ای بابا نادر جون به خودت بیا، سه وایسا و مش بزن محکم. بله مرد که گریه نمیکنه، مشت میزنه. نه گریه نمیکنم من الان. ای بابا کلن میگم تو چقدر یوبسی، مش بزن. من واقعا بابت دیشب متاسفم. همه امروز داشتم فکر میکردم که تمومش کنیم، یعنی اگه آزارت میده دیگه این ماجرا رو ادامه ندیم. تو رو آزار میده؟ به هیچ وجه. به خاطر اینکه وقتی چیزایی که تا حالا به کسی نگفتم میگم راحت میشم، سبک میشم. تمام. اولین کادوی تولدی که واسم خریدیه یادته؟ یه پلیور پشمی بود، ناپدید شد، گمش کردی نه؟ حالا همچنین گم هم نشد. یعنی خب خیلی ترش رو دوست نداشتم، یه ذره پیرمردی بود، نمیپوشیدمش. بی انصافی نکن، پیرمردی نبود. اینو باز کن، اون موقع خیلی سلیقت رو نمیشناختم. وایسا ببینم نکنه خودت گم و گورش کردی. من کلی بابت اون پلیور پول داده بودم، مارک بود اون. بدتر بردم فروختمش. پلیوری که من کادوی تولد برات خریدم وای رفتی فروختی؟ با پولش چیکار کردی؟ تاریخ تمدن خریدم، حتی یکی هم دیگم اون که یه ساندویچ کثیف زدم. واقعا که من این همه با ذوق اونو واسه تو خریدم نامرد. قارشو من روی قضاوت نکن. باشه این باشه که تو گفتی یه چیزی میگی برق و سفاز از کلمون بپره. میدونم میگه میخوام همین کار بکنم. آماده ای؟ ببین فقط باید قول بدی که عصبی نشی، به هم نریزی، برخورد بد نکنی. من قول به کسی نمیدم. باشه خب اینجوری پس تمومش کنی. خب نه دیگه، بعد بگی دیگه. خب ببین پریشب من فهمیدم که کتلتا رو ریختی زمین. در دید همشو خوردی که؟ خب اینکه زحمت کشیده بودی، وقت گذاشته بودی، نمیخواستم ناراحت. دیگه هیچی نداشتیم تو خونه. بابا همونه لوبیا هم کم بود.
دیدی واقعا؟ مخواه نفهم تو این قریه کتلت رو از کجا فهمیدی؟ قریه کتلت رو از کجا فهمیدی؟ آه ببینم من که لسله مایتا بهش شکسته و میدونستم همه امروز فردا در میره اینجا قیافت انقدر تابلو بود اینجوری بیا بری چیزم بخوری بیا بخور آره چون بخواه کریز کرده بری روی این کورتشه آره میگه آره بیا 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 دیگه ما ببینیم این در شهر گرفت من گردم یه دفعه دیدم همه از بیارم ناقه هم بود من خوشبازده بودم از کف خوشباز کنه میدم بله؟ بله همهش برش میدازم بگرد نمیدم بخور خیدم کنه همیشب میمیریم چرا ما بامزه ایم نه؟ به چی فکر میکنی؟ به این که آدم ها چقدر از این حرفایی نگفته به هم برن حرفایی نگفته و دروغایی که بابت پنهون کردن همین حرفا میگن خیلی خودتو ناراحت نکن زندگی پر از این دروغای کوچیک کوچیکه شب بخیر خوب بخوابی Vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra... Vale? Tabrik, mi chiamo. Baba, te? Baza, scuola. هر 7 جلد ایتالیا ایتالیا مجوز گرفت. وای. 2000 نسخه. انا از ارشاد برگشتم. میتونیم این هفته بریم برای چاپ. آقای مقدم یه لیوان آب برام میاری؟ امروز چندمه؟ نمیدونم. نهمه. نهمه. 20 این ماه. من، شما، خانمتون، یه سری از مترجما و اساتید دعوتیم سفارت ایتالیا خود سفیر دعوت کرده میخواد خودش شخصا از شما تقدیر بکنه فاوی خوششون اومده، خوندن خوششون اومده و میخوان که همه منابع تحقیقاتی رو در اختیارت قرار بدن به علاوه این که یه بورسیه 6 ماهه که بتونی بری ادامش رو بنویسی اسم براش انتخاب کردی؟ همون پیشی خوبه دیگه پیشی؟ آره خیلی پیشی ببینم نادر مشکل زندگی شما چیه؟ ما مشکل نداریم آقا جان کاری به کار من نداشته باش تو مشکل نداری؟ چرا من سیکرت نگهش میداری؟ نکنه پای نفر سومی در میونه چرت و پرت نگو راجع به برفا چه فکری کردی تو؟ اونو نمیگم که تو رو دارم میگم بابا دیوونه شدی؟ تو هم یک شام مونده اصلا تو از این ارزه ها نداری وای من تعریف میکنم آزر ببینم نکنه برم آقا زر نزن ای بابا هرچی من به تو یه چی نمیگم ای دهنتو باز میکنی بابا چرا شهرستانی بازی در میاری آقا زی به دهنتو بابا نمیخوام حرف زنی تو هم یائسه میشی منم یائسه میشم همه یائسه میشن حرف بدی نزدم که نادر
نادر تولد اسم مبارک. مرسی. بفرمایید. چمات رو فوت کن اینجا بدون آرزو. خب بیا بیا اینجا بشین. بیا اینجا. مرسی. بپسن کن. حاضری فوت کنم؟ آرزو کردی؟ فوت کن. تولدت مبارک. ناراحت شدی؟ نه بابا 30 سالم شد تازه یه زن کامل شد. آره فکر کنم کاش امشب نمیشد. یعنی چه امشب نمیشد؟ تولدت وقت خوشحال بشی. حالا خواهی کادو تو ببینی؟ مگه کادومی نبود؟ کی کادو میده؟ بیا کردی؟ تو که همیشه عاشق گربه بودی. آخه من نمیتونم اینو نگه دارم، اذیت میشه. چرا اذیت میشه؟ ازت دلت میاد اینو نگه نداری؟ همین دیگه وابسته میتونه آدمو. اما اون یه یادگاری کوچیک کافی بود. واقعا میگم از صمیم قلبم خوشحالم کتابت داره چاپ میشه. ایشالا سال دیگه همین موقع اکران فیلم تو. خدا کنه واقعا بهش احتیاج دارم. میدونی دلم یه پرش یه جهش میخواد، نه مثل پرنده ها، مثل این حیوانای سنگین که منتظرم برن صیدشون رو شکار کنن. مثل یه گاو نر که اون پارچه قرمز دیوونش کرده. چه مثالی. حالا نوبت اعتراف در تاریکیه. امروز اینقدر خبرهای خوب دادی دیگه فرصت نشد اعتراف کنی. تو به چیزی فکر کردی؟ نه. میدونی از همون شب اول که این بازی رو اختراع کردیم تا الان از قبلش به هیچ چیز خاصی فکر نکردم. اصلا به خاطر همین دوستش دارم. تو لحظه به هم یه چیزایی رو میگیم. تو چی؟ به چیز خاصی فکر کردی؟ نه نادر. بذار روشن باشه. قرار بوده اینجوری بازی کنی؟ میخوام یه چیزی بهت بگم. میخوام وقتی میگم صورتمو ببینی. نادر من حاملم. من 2-3 هفته‌ای که دارم دنبال خونه میگردم. یه خونه پیدا کردم امروز. فردا میام قرارداد میبندم. خودت میدونی چقدر دوستت دارم. ولی فکر میکنم این رابطه دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. خودت همینو خوب میدونی. نظرم بهتر یه مدت اصلا جدا بشه. نمیگم طلاق بگیریم، نه، فقط یه مدت. نمیخوای چیزی بگی. خود فکر میکنی من آدم کثیفی هم که دارم این رابطه رو تموم میکنم؟ نه حالا ما فقط داریم ادای زندگی رو در میاریم. این چیزی بود که به خاطرش شروع کردیم.
نه ما دنیامون رو عوض نکردیم، خودمون عوض شدیم. من عوض شدم. من دیگه نمیتونم رو پاهم بایستم. دیگه به هیچی اعتماد ندارم. مادر من دارم فرو میرم. تو چی؟ تو خسته نشده اینقدر مراحت منو کردی؟ خسته نشده هرچی به تو این کردم هیچی نگفتی؟ خسته نشدی از این زندگی؟ تو عوض نشدی؟ این اون چیزی بود که دنبالش میگشتی؟ چرا نگام نمی کنی ها؟ نگام نمی کنی نه؟ تموم این مدت میدونسته که میخواد اینا رو به هم بگه. روی همه ی جمله هاش تمرین کرده، بارها و بارها فکر کرده که چی میخواد به هم بگه. اون مسخره بازی اعتراف، همه ی این چیزایی که این شبا بهشون دل خوش کرده بودم، همش یه نقشه بوده که اینو بتونه به هم بگه. تمام این روزایی که من انتظار شبش و این دو ساعت تاریکیشو میکشیدم، داشته دنبال خونه میگشته. همه این روزا خودشو برای زندگی بدون من آماده میکرده. حالم ازت به هم میخوره. از اینکه بدون اینکه خودم هیچ نقشی داشته باشم توی این مدت داشتی برای حسبم برنامه‌ریزی میکردی. حالم ازت به هم میخوره. هر قصه ی آدم بد میخواد. من آدم بد این قصه. ما دیگه کنار هم خوشبخت نیستیم. من دیگه حالم خوب نیست. این واقعا اسمش زندگیه؟ من دیگه حتی نمیتونم به تو دست بزنم. وقتی تو خیاب اون تو پیاده رو هر جا تصادفی تنم به تنت میخوره، یاد اون چیزا، یاد اون زایمان کوفتی، اون بچه، اون روزا. نه من دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم این ماجرا رو ادامه. یه چیزی هست که قسم خورده بودم هیچ وقت بهش نگم. برفا از دکترش خواهش کرده بود که جنسیت نوزادو بهمون نگه. دلش میخواست این موضوع برامون غیر منتظره باشه و از قبل چیزی در موردش ندونی. بعدنم از تصمیمش راضی بود. حداقل خوبه نمیدونیم دختر بود یا پسر. حداقل خوبه این رازی بود که میتونست بهش پناه ببره. با خودش فکر میکنه که این موضوع برای منم رازه. دکترش گفت که به برفا پیشنهاد کرده نوزادو یه بار ببینه و بغلش کنه، ولی برفا قبول نکرده بود. به منم همین پیشنهادو کرد. دکترش معتقد بود که این کار میتونه کمی تسکین دهنده باشه. اون شب یادم رفته بود به گارسون انعام بدم. توی نوشتن پایان نامه تقلب کرده بودم. اولین کادوی تولدی که برفا برام گرفته بود و فروخته بودم، اینا رو همه رو بهش گفته بودم، ولی من بچه‌شم بغل کرده بودم. بچه‌ای که زندگی رو فقط تو بدن برفا شناخته بود. اون روز تصمیم گرفتم که اجازه ندم برفا هیچ وقت اینو بفهمه. این تنها چیزی بود که برفا توی همه زندگیش میخواست غیر منتظره باشه. میدونی بچه ما پسر بود، تقریبا سفید با موهای مشکی پر.
نمیذارم خرابش کنی.